سلیوم عرض می کنم خدمت همه شما. اما این قسمت برمیگردم با یک آموزش دیگه از انری استودیو و تو این قسمت قصد دارم که اولین پروژه انریجن رو با هم دیگه بسازیم و به شما یک توضیحات کلی درباره انری استودیو و محیطش حالا یا کلا نحوه ساختنش بهتون بدم و اینکه هر کدوم از اون گزینه ها حالا چه مفهومی دارن. بنده نمیخوام این رو برام بسازی و نمیخوام آقا جان نمیخوام به جیوم بر همین سفر آورد. نه 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 خب ببینید، طبیعتا اگر شما انروسیدیو رو درست نصب کرد باشین و تمام قسمت های حالا قبل رو به درستی نگاه کرده باشین، آموزش هایی رو که بنده دادم و رسم این بک‌گراند رو عوض بکنم خیلی رو اعصابه. اگر درست و با دقت نگاه کرده باشید تقریبا که دقیقا همین صفحه‌ای که الان جلوی من هست باید جلوی شما هم باشه وقتی انری استودیو رو باز میکنید. حالا میخوام یک توضیح کلی بدم که تمام اینها چی هست و یک پروژه اولیه برای خودمون درست بکنیم ببینم این چی مشکل چیه. طبیعتاش مشکل خاصی نداره. خیلی خوب، ببینید توی پنل دست چپ یک حالا تایتل داره که نوشته ویلکوم تو انری استودیو و این پنلی که اینجا میبینید تمام این گزینه هایی داره تغییر میکنه. اینها پنل هیستوری شما هست و در اصل ریسنت پروژکت شما هست که از همین طریق وقتی که من انری استودیو باز کردم دیدین که روی این گزینه روی این پروژه تست پرو 2 بود و من بستمش و خب حالا این صفحه برای من باز شده. بس این سفر رو الان میدونید این پنل دست چپ چیه. این هم که اندروید استودیو چیز خاصی نیست. گزینه اول 5 تا گزینه روبروی شما هست. به ترتیب حالا توضیح میدم هر کدوم چی کار میکنه. گزینه اولش نوشته استارت نیو اندروید استودیو پروجکت. همونطور که از اسمش پیداست یک پروژه جدید برای شما استارت میکنه و چیز دیگه نداره. اوپن ان اگزیستینگ اندروید استودیو پروجکت. خب این هم از اسمش پیداست. اگر حالا پروژه اندروید استودیوی در قبل یا مثلا از ورژن های اینجا دقیق بکنید ورژن من 2.1 هست. اگر ورژن های به طور مثال 1.0, 1.7 یا 1.0.0 داشتید و دیگه یه مدتی بوده با اندروید استودیو کار نمیکردید و حالا یک دفعه پریدید به اندروید استودیو ورژن های مختلف مثل 2.2, 1.2.2 میتونید از همینجا بزنید Open an existing Android Studio Project و هر پروژه‌ای که حالا دارید رو باز بکنید پوشش رو و استفاده بکنید. Check out project from version control. این مال بعد از اتمام پروژه شماست و الان هیچ دردی رو از شما دوا نمی کنه. GitHub, CVS, Git, Google Cloud, Mercurial و Subversion هیچ کنون از به دردتون نمی خوره در حال حاضر. Import project Eclipse, ADT, Gradle, etc. این گزینه هم از اسمش پیداست. ایمپورت میکنه پروژه شما رو حالا از کجا؟ از خودش مثال زده اکلیپس ایدیتی که اندروید دیولپمنت تول بود قبل از اینکه اندروید استودیو بیاد. شرکت اوراکل یا اکلیپس این نرم افزار اکلیپس رو که من حالا در حاضر اینجا دارمش البته برای نوشتن جاوا استفاده میکرد که ایدیتیش پلتفرم اندرویدش رو توسعه میداد و امیلیتورهای خاص خودش رو حالا داشت و چیزای دیگه. گریدل رو هم که گریدل هست اسمش روش حالا گریدل در حال حاضر نمیدونید چیه ولی گریدل رو هم میتونه از این طریق ایمپورت بکنه و خیلی چیزای دیگه. ایمپورت اندروید کد سامپل. اگر سامپل یا نمونه اندروید کد اندروید رو دارید و میخواید ایمپورتش بکنید از همین گزینه میتونید استفاده بکنید و ایمپورت یا اضافهش بکنید به پروژه‌تون. یه گزینه داره به نام کانفیگر. اگر بزنید من مثل اینکه نظرمش بله چندین تا گزینه برای تو میاد نوشته SDK Manager. البته SDK Manager که اینجاست استندالونش هست یعنی جدا از خود اندروید استودیو میاد و اگر داخل اندروید استودیو داخل پروژهتون بازش بکنید استندالون نیست، فرق نمی کنه استندالون با حالتهای دیگرش. سیتینگ هست که سیتینگ اندروید استودیو شما رو باز میکنه. پلاگین هست که از همینجا میتونید مستقیم بهش دسترسی پیدا بکنید. ایمپورت سیتینگز اگر اندروید ورژن های قبلیشو داشتین و سیتینگ خاص خودتون رو براش داشتین و میخواین که این گزینه هاش رو یا تنظیماتش رو به این اندروید استودیو جدیدتون و دوباره تنظیمات رو از طریق گزینه ندید. چقدر پشت سرم حرف زدم.
از این گزینه پرسلینگ استفاده می‌کنید. بالعکسش اگر اندروسولی در حال حاضر دارین استفاده می‌کنید، تنظیماتش باب دلتون هست و می‌خواید این خروجی بگیرین از تنظیماتش و روی یک اندروسولی دیگه اون رو پیاده، مثلا اندروسولی محل کارتون، میتونید از همین گزینه اکسپورت استفاده بکنیم و خروجی بگیرید. سدینگز ریپوزیتوری اینم به دردتون نمیخوره. فچ فور آپدیت که خب آبل آپدیت ها چک میکنه خودش رو، و پروجکت دیفالت این رو تا حالا به شخص خودم استفاده نکردم چون به دردم نمیخوره. و ما گزینه اول رو در حال حاضر کار داریم استارت نیو اندروسولی پروجکت و کلیک میکنم روش، یک پیج دیگه، یک ویندو دیگه برام پاپ اپ میشه و تمام چیزایی که نیاز دارم برای مرسی ساختن یک اندروید استودیو پروژهش برای من میاد. خب اینجا روش نوشته، روش که نه، طبعا بغلش نوشته اپلیکیشن نیم، اسمش مشخصه، اپلیکیشن نیم هست. یک اینجا نکته داره برای وارد کردن اسم، من همینطور شروع کنم به چرت و پرت تایپ کردم و اینجا رو دقیق بکنید، نوشته The application name for most apps begin in uppercase letter. چی میگه؟ میگه که تمام تقریبا اکثر نرم افزارهایی که شما میبینید با حرف بزرگ شروع میشه. من موقع زدم DSA DSA مثلا یا DA DA، اما دقیق بکنید وقتی همین DA DA رو با حروف بزرگ شروع میکنم تایپ کردم، میبینید که هیچ ایرادی از من نمیگیره و اوکی هست کارم. خب مثلا من میزنم تست مثلا رو 3. اینجا هم که اسم دامین کمپانی شما هست یا شرکتی که دارید برایش کار میکنید، اگر دامین داره میتونه از دامین اون استفاده بکنید. به طور مثال میزنید com. مثلا به طور مثال pcworld.com بیتش هست، یه چیز دیگر نمیخواد. حالا اگر اسم اپ رو میخواهید بذارید که خودش طبیعتا میذاره. دقیق بکنید پایین گزینه یک تکست فیلد هست که تکست ویو هست که نوشته pcworld.com.testpro3. دقیقا همین ترکیبات رو اومده خودش انجام داده و خروجیش رو به اینجا به شما نشون میده. اسم نرم‌افزار شما رو با اسم دامنتون ترکیب میکنه و این رو میاره اول، چون خودش میفهمه که وقتی کام رو اولش میزنید منظورتون انتهاش هست. pcworld.com.testpro3. خب حالا من چون برای این دامنه نمیخوام بنویسم، پاکش کردم. پروژه لوکیشن هست که از این طریق حالا میتونید عوض بکنید مسیری که سیو میکنه اون پروژه شما رو. و خب این یه مسیر خاص، به من ربطی نداره که بگم کجا ذخیرش بکنید، اما اگر در درایو سی مثل من دارین ذخیره سازی میکنین فایلاتون رو، حتما مطمئن بشین که یک بکاپ ازش میگیرین در درایو های دیگه‌تون. این صفحه که روبرتون اومده میاد میگه برای کدوم پلتفرم، برای چه نوع دستگاه اندرویدی دارید برنامه می نویسید. ما اینجا فقط فون اند تبلت رو می نویسیم. گزینه دیگه هم هست مثل ویر، مثل تی وی، مثل اندروید آرو، گلاس که خب هر کدوم از اینا. ویر مثلا اندروید پوشیدنی مثل ساعت، مثل عینک، حالا عینک باز جدا کرده اینجا. تی وی هم که اندروید تی وی مثل سامسونگ یا شرکت دیگه است. اندروید آرو که اتومبیل های اتوماتیک اندروید هست که مخصوص شرکت گوگل هست. گلاس هست که همونطور که گفتم عینک های مخصوص گوگل هست که خب حالا اینا کدوم تنظیمات خاص خودشون رو دارن. این گزینه که اینجاست، این تبی که اینجاست براتون باز میشه، تبیه که برای شما مشخص میکنه مینیمم استیک یا مینیمم اندروید شما چند باشه، یعنی از اون اندروید به بعد نرم‌افزارهای شما روی اون گوشی‌ها از اون اندروید به بعد ساپورت بشه. مثلا اگر من بذارم روی APH 14 یا اندروید 4.0 یا به اصطلاح آیس کریم ساندویچ ICS، نرم‌افزار من دیگه روی اندروید هانیکام نصب نمیشه، یعنی اندروید 3.2، و فقط اندرویدهایی که 4.0 یا به بالا تا اندروید 6 یا N یا حالا هر چیز دیگه که تازه اومده نصب میشه. من باید شروع میزنمش روی 4.0 و اینجا میدید این عدد تغییر میکنه و به 97.3% گوشی ها میرسه که میگه نرم‌افزار شما روی 97.3% گوشی ها اجرا میشه. گزینه نیکس رو میزنیم. این صفحه اکتیویتیمون هست که ما اینجا فقط امتی اکتیویتی کار میکنیم، چون بقیه اکتیویت ها تقریباً یک سری آتاشخال به اپ شما اضافه میکنن و با امتی اکتیویتی ما کارمون رو آغاز میکنیم و
میریم صفحه بعد و این صفحه هم که اسم اکتیویتی شما، سال اکتیویتی رو نمیدونید چیه، لیاوت هم که نمیدونید طبیعتاً چیه، این صفحه رو فعلا بذارید باشه، تیکش رو هم باشه و فینیش رو بزنید تا اپ شما رو بسازه و اکتیویتی هاتون رو سرهم بکنه و بهتون نشون بده. این راهی که الان به شما نشون دادم یکی از مسخره ترین و طولانی ترین راههایی که بود که برای ساختن یک پروژه اندروید میشه استفاده کرد. راههای سایت از این هم هست که در قسمت آینده براتون توضیح میدم و همین بود برای این قسمت. حالا باز شدنش هم چیز خاصی نیست که صفحه اندروید استودیو باز میشه. برای این قسمت همین کافی بود، بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم. امیدوارم که راضی باشین از این آموزش و اگر هستید دکمه سابسکرایب دم سابسکرایب اینجاها باید باشه بزنید و اشتراک بپذیرید یا مشترک بشید اشتراک بپذیرید و البته اگر خوشتون اومد و راضی بود دیگه چی؟ همین آموزش دیگه هم اگر زبان انگلیسیتون خوب هست آموزش دیگر هم نگاه بکنید. آموزش هایی که به زبان انگلیسی هست مثل جاوا یا اندروید استودیو، همین اندروید استودیو به زبان انگلیسی یا اوبونتو سریز، چیزهای دیگه که در راهه نگاه بکنید دیگه. همین اندروید هم باز شد، به این قیمتاش هم کاری نداشته باشه، خودش درست میشه. مواظب خودشون باشید، خودتون باشید تا قسمت بعد. خدا نگهدار.